بعثت انبیا برای ایجاد یک جامعه فاضل است، همونطور که اشاره کردن برای ایجاد یک تمدن است. خب این تمدن همه چی داره دیگه، در تمدن همه چی هست، هم علم هست، هم اخلاق هست، هم سبک زندگی هست، هم جنگ هست. جنگ هم هست، کمان که در قرآن شما ببینید چقدر آیات مربوط به جنگ است. اینجور نیست که ما بتوانیم بگیم که اسلام آمد برای اینکه جنگ را از بین ببره، نه، جهت جنگ مهم است. جنگ با کی؟ جنگ برای چی؟ این مهمه. طواغیت عالم می جنگند برای هوای نفس، برای قدرت طلبی های خودشون، برای اشاعه فساد. الان سال هاست صهیونیست ها دارن می جنگند، اما برای این مقاصد خبیث می جنگند. در مقابل اونها مؤمنین هم می جنگن، مجاهدین فلسطینی می جنگن، مجاهدین حزب الله می جنگن، ملت عزیز ما در دفاع مقدس جنگ 8 ساله جنگید. اما این جنگ مذموم نیست، این ممدوح هست، این جهاد فی سبیل الله هست. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، این مهم. مؤمن قتال می کند اما برای اهداف الهی. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. ببینید توجه به نکات تعبیرات قرآنی برای ما دریچه‌های رو باز می کند.